چو در تات لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور. درود و سلام خداوند و همه چاراندیشان نازنین سرزمینم. پی مصلحت مجلس آراستند، پی مصلحت مجلس آراستند، نشستند و گفتند و برخواستند، نشستند و گفتند و برخواستند. در این روزها، در این روزهای دلهره، در روزهای التهاب، دلشوره، نگرانی، همه اعصاب به هم ریخته، همه چی به هم ریخته در این روزگار، در لحظاتی که ما داریم برنامه ضبط میکنیم. آیا برجام تعطیل شد؟ یعنی تعطیل شد؟ آیا برتر گفتگوهای آخر تمام این نشستند و گفتند و برخواستند ها امریکا تمام تحریم ها رو به عنوان به گونه باج دادن به جمهوری اسلامی برخواهد داشت بی قید و شرط؟ اینها سوالاتی است که میشه در مورد صحبت کرد. جهان در لحظه شمار ساعت صفر که میتونه شروع دیگه‌ای برای دنیای دیگه‌ای باشه، پس از این ساعت صفر برخورد در روزگاری که ناقوس‌های مرگ آواز گورستان‌های فراموشخانه فردایم، نوید جنگ جهانی سوم که از راه میرسد به زودی با صدای ناقوس‌های مرگ. آیا ما در اون روزگار هستیم؟ من و شما به اندازه کافی و وافی قصه و داستان‌ها رو همه شنیدیم در بین همه این نشستند و گفتند و برخواستند های این آقایان. یک چیزی این وسط فقط میمونه و اونم اینه که وقتی پی مصلحت مجلس آراستند، یعنی دنبال مصلحت خودشون بودن، دنبال تأمین منافع خودشون بودن، پی مصلحت مجلس آراستند، میشینن و میگن و میخندن و میخورن و بلند میشن. در کجا؟ در اونجایی که من و شمای مای مردم حضور خارجی نداریم. آیا بعد از یمن و سوریه و لبنان، بعد از عراق، نوبت سرزمین ماست؟ اینها شما رو وامی داره که سوال بکنی، فقط از خودت میپرسی، سوال میکنی. وقتی که چشم مخصوص تماشا، چشم مخصوص تماشا، اگر بگذارن نمیشه، نمیگذارن، نمیشود. باری، چشم مخصوص تماشا، اگر بگذارن، چه تماشای تو زیباست اگر بگذارم. به من عاشق آواره، به من عاشق آواره مسکین، به حقارت منگر. دل من، دل ما وسعت دریاست اگر بگذارم. اونچنان همه چی در هم ریخته، با هزاران نقد و تحلیل و حل تلویزیون رو باز میکنی، هر جا رو باز میکنی، یک سری نظر خودشونو دارن. در
مجموعه کاری کردن که ما مردم ایران که آسیب دیدیم از جمهوری اسلامی، همگی با همدیگه روبروی هم وایستادیم، دشمن خونی همدیگه ایم، اصلا به جمهوری اسلامی و نظام تفکری اصلا کاری نداریم، فقط ایستادیم و به همدیگه فحاشی میکنیم و بد میگیم و دشمنی میکنیم و هر کار غیر انسانی که بتونیم در حق همدیگه میکنیم. اما از جهت جامعه شناختی موضوعات روحی و روانی مردم سرزمین ما با مسائل روحی و روانی تمام مردم منطقه فرق میکنه. حالا نمیگم کی بهتره کی بدتره، مال ما یک تفکر و احساسات خاصی، چرا که احساسات با منطق با عقل در میآمیزه دیگه، اینجا من نمیتونه عقلت پیروز بشه به احساساتت، احساساتت هم میشه پیروز به عقلت و تجربیاتت. چراییش اینیست که به اندازه کافی تجربه داری و جمهوری اسلامی یه دشمن خودت میدونی، داری باش میجنگی این نظام تفکری و علی خامنه‌ای و بارگاهش رو، اما در بیرون از این جغرافیا هر اتفاقی برای نام ایران میفته، یعنی مثلا الان مرگ حاج قاسم، این اسم درامیخته شده با اسم ایران، احساسات ما، باورهای دینی ما، غرور ملی ما، همه چی با هم درامیخته، یعنی یک شکلی شده عاقله و بیخبره و خونسای همه احساسی آسیب دیدیم. چرا یادمون نرفته همین دو هفته قبل بود بچه همونو کشتن، یادمون نرفته حرفای این حاج قاسم که میگفت هزاران آدم باید کشته بشه این نظام بمونه، یادمون نرفته این حاج قاسم به پایگاه اشرف بچه های شورای ملی مقاومت سرزمینمون که باز ما با هم دشمنیم، اولی که دوتایی با هم یکی باشیم با علی خامنه‌ای و بارگاهش بجنگیم، اونا یک کاری کردن با تبلیغات ما همه با هم دشمنیم، اینا هم خطا و اشتباهات بسیاری کردن، احساسات ما رو در مقابل خودشون وایسوندن، یعنی با این که تمام این اتفاقات بد برای این بچه ها رخ داده، اون دوره که همین هشت و شبی و به اسامی دیگر رو قاسم سلیمانی با موشک زد به پایگاه اشرف و اینا، این بر بچه ها رو کشت و نابود کرد و زندگیشون رو نابود کرد و هزاران بچه سرزمینه ها، ما اون موقع ها متوجه نبودیم به جز خود این بچه ها و آدم هایی که تو کارهای اجتماعی مداخله میکنن، حالا نمیگم کار سیاسی، سیاسی چی آقا، یه انسانی به عنوان یه انسان تأثیر میپذیری از همه اتفاقات پیرامونت، از بیرون و از درون، چه داخل سرزمینت چه خارج از سرزمینت، میخونی میدونی میبینی، حالا اینوالوش میشی، دوست داری تو هم به عنوان یه انسان بگی آقا من هم هستم، من هم فکر میکنم و به شما نشون میدم که شما با دانشت فقط میتونی من بی دانش رو از میدون به در بکنی و در بازی من رو ببری، ولی دانش یک بخششه، یک بخشش تجربه است و دریافت های انسان های دیگه ایست که برخوردار از یک سری مواهب روحانی الهی تفکری ایمانی هستند که در اونجا میخواهند از دستاورد دانش عبور بکنند، در اونجاست که باز تقابلی پیش میاد که نمونه هاشو بسیار میبینیم و این داستان امروز ما این گونه، یعنی اینکه ما در خارج از کشور رگای گردنمون میزنه بیرون، فوش میدیم، خوب شد کشتنش، خوب کاری کردن، دستشون درد نکنه، دمشون گرم، این حاج قاسم این کار کرده، این کار که همه اینایی که میگین کرده و میلیون ها موضوع دیگه که من شما ندیدیم در مجموع ازش، یه قاسم سلیمانی ساخته که این قاسم سلیمانی در جنگ تاریخی بین مردم و مقاومت جهان
خاورمیانه و جهان اسلام در مقابل ابرقدرت و امپریالیست بزرگ زمانه، یعنی غرب به طور خاص با امریکا. در اینجا که اتفاق میفته باز تقسیم بندی انجام میشه، یک سری آدم هایی مثل من که سیتیزن امریکا هستن و من بیشتر از میهن دل بندم از خاک مقدس سرزمینم به دلیل حضور همین نظام ننگ، به دلیل حضور همین انسان هایی که با اون استعدادها چون زب در ولایت و اندیشه دینی هستن این همه قابلیت رو دارن که یه نفری تو خاورمیانه کاری بکنن که ابرقدرت جهان بیاد و اون یک نفر به عنوان یه نماد بزنه. زدن قاسم سلیمانی با زدن بن لادن با زدن رهبر عقب افتاده هایی که بودن، این ابوبکر بغدادی و خیلی های دیگه، متفاوت با قذافی، با صدام متفاوته. چرا که اونها در واقع وقتی این اتفاقات افتاد به شکلی بود که هیچ احساساتی رو بر نمی انگیخت به طرف صدام و قذافی و یا هر کدوم از این آدم ها، برای اینکه به اندازه کافی و وافی اونها برخوردار از این احساساتی که ما هستیم نیستن. ما یه احساسات خاصی داریم، یعنی اگر کسی به کشورمون حمله بکنه به اسم ایران، ایران قاسم سلیمانی شد ایران، نه اینکه نماد ایرانه، جهان قاسم سلیمانی رو، ایران قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی ایران. اینجا این بخش ایرانه خیلی آزار میده آدمایی مثل من رو که از میهنشون به دورن، در کشورهای مختلف سیتیزن هستن، مسائل رو میبینن، میخوان انسانی برخورد بکنن، میخوان سیاسی برخورد بکنن، دلشون میسوزه. تنها کاری که میتونن بکنن اینه که در این میانه اونچه که درست هست رو به دولت ترامپ بگویند و اونچه که درست هست رو راجبش نگاه و نظر داشته باشن، خشم و قید و غضب و دشمنی با اینو با علی خامنه‌ای و با اینو قاسم سلیمانی و اینا رو نه اینکه بگذاریم کنار. اشتباه نکنید، اصلا هیچ لحظه از ذهنتون بیرون نکنید، این یک هدف مقدسه برای ما. اما در این لحظه ما فکر میکنیم که همه این بازی یه طرف، سرزمین مقدس من یه طرف، ایران جون من یه طرف، اون جغرافی های خوشگل، اون زیربناهای اقتصادی، اون دستاوردها و داده هایی که شما مردم، بچه های شما مردم سبب ساز این امر شدن. تهدید ترامپ 52 مرکز ایران رو زدن و مراکز فرهنگی ایرانیان رو زدن. یعنی من فکر میکنم، اینگونه فکر میکنم، من فکر میکنم هر کاری که جمهوری اسلامی نمیتونست بکنه رو با انجام این کار ترامپ کمک کرد بهش انجام بده. یک اینکه زدن تخت جمشید همونیست که جمهوری اسلامی سرش ما رو میزنه، میکشه، میگیره، آقای ترامپ میخواد اونجا رو بزنه. آقای ترامپ اومد یه کاری کرد، این بچه‌ای که کشته شده بودن، بچه‌ای عزیز نازنین قلب ملی ما، این قهرمانان ما، قهرمانان ما اونا هستن، نه قاسم سلیمانی ها. اما این بچه‌های نازنین در حاشیه رفتن. اسم قاسم سلیمانی یه بخشش، اسم ایران بخش مهمش. شنیدن اسم ایران یعنی جهان رو نسبت به ایرانیان بدبین میکنه، یعنی جهان و به خصوص این کشوری که ما درش هستیم نمیدونن مردم که چیه، که میشنون ایرانی ها تروریست، در ایرانی ها اینن، جنایتکارن، این کار کردن، اون کار کردن. همه مردم غرب با تمام ما در بیرون از ایران خوب نیستن، شرایط روحی و روانی اجتماعی در نهایت تأسف این گونه هست و بدتر از این خواهد شد. از گروگانگیری اونایی که اون دوره اینجا بودن، در اروپا و امریکا بودن، بدتر خواهد شد شرایط. شرط عقل و خرد ملی و عشق به ایران و ماندگاری ایران به ما میگه که به احساساتمون غلبه پیدا کنیم، خردمندانه به مسائل نگاه کنیم. این
خط نشونای 52 مرکز رو میزنم، یعنی وقتی میگه مراکز فرهنگیتون رو میزنم آقای پامپیو میاد درستش بکنه، آقای پامپیو نمیتونه اینا رو دیگه ماتمالی بکنه. حرفایت که زده شده و اسنادی تاریخی و جاودانه خواهد بود در مورد 8 سال یا 4 سال ریاست جمهوری آقای ترامپ و پیش آمد اتفاقات و عوارضی که این حضور داشته، چه به سود مردم از جهت اقتصادی و امنیت و دستاوردهای تازه، به سود این کشوری که ما سیتیزن اینجا هستیم. یعنی من 27 سالگی پام رسیده به امریکا، 2-3 سال قبلش آواره بودم تا خودم رسوندم به اینجا، 2-3 سال تو اسپانیا و لندن و پاریس و اینجا و کردستان و عراق و ترکیه و تا آمدن به اینجا. خب امروز وقتی فکر میکنم ببینم اینجا کشور دوم منه و به من این فرصت رو داده که برتر آزادی مردم سرزمینم مبارزه کنم. یعنی آزادی رو، مفهومش رو، لایه روحینش رو این گونه که اسم دموکراسی و سکولاریسم ما تعریف میکنیم برای خودمون، ما در عمل اینجا داریم. خب من مدافع اینم، مدافع این کشورم، مدافع منافع مردمم و مدافع امنیت همه مردم که در این کشور زندگی میکنن. از این بابت وقتی با این نگاه میکنی، با تروریست های زیانبار به دلیل دوگ بودن و نادانی و تعصب و مذهب و آرمان و هر چیزشون میذاریم، ما چون فرهنگ خودمون رو میشناسیم میتونیم بدونیم بفهمیم از خونده های گذشته که جنبش های رهایی بخش قاسم سلیمانی که بعدا اینو من بارها راجبش تو برنامه ها صحبت کردم، تو رو کلیپ های من روی یوتیوب نگاه بکنی، خیلی از برنامه ها من راجب اینا صحبت کردم. اینا آمدند و یه دوره بود در ایران جلساتی میذاشتم، بعد رفتم و قاسم سلیمانی را افتاد سر تو سر جهان، رو بسیج کرد، نیروهای درست کرد برای لطمه زدن به منافع امریکا و به تعبیری گسترش اتحاد جماهیر اسلامی. از این بابت اینها هم تمهیداتی اندیشیدند و دستاوردهایی دارن و برای دفاع از آرمان خودشون میهن ما رو به خطر انداختن. یعنی بر سر دینش اگر حمله بشه به ایران حمله میشه. به کجا حمله میشه؟ به همون جایی که آقای ترامپ گفته مراکز فرهنگیتونی میزنم. یعنی چی؟ یعنی قبر فردوسی، حافظ، خیام، حالا مردم میگن مقبره خمینی، قبر خمینی رو بزنی. ای مردم، ای بچه ها، ای عصبانی ها، ای احساساتی ها، در تاریخ ما این گونه بوده که ما اسنادی نداریم ارائه بکنیم به جز کتاب و ویرانه و خرابه که به بچه هامون بیاموزانیم. اینها همه باید موزه های ایران بشه، اینها باید مراکز کتاب باشه، اینها باید بچه های ایران برن تحقیق کنن ببینن یک پیر مردی با این تفکر آمد و چه ویران کرد هستی و نیستی یه ملتو. این تاریخه، این واقعیتی که حضور داره. یکی از بچه هم گفت آی اگه اونجا رو بزنن همه تلاچول جواهر بخوره تو سر اون خوینی و همه آخونده دوست کنداش کلاوردار زنباره. اونجا این مظهر مثل رضاشا که مظهر میهن پرستی بود و اندیشه و تفکر برای سازندگی ایران، این مظهر همون ویرانی است که اون آدم و شاه فقید ساختن و همه رو ویران کرد. اینا رو ما باید داشته باشیم، همه رو به عنوان اسناد تاریخی، مراکز تحقیقاتی ملی ایرانی هیچ جا رو دست نزنیم. تمام مساجدی که هست رو بکنیم کتابخونه واقعی، یعنی اون چه که آخونده گفتن، اون چه که ما نوشتیم، اون چه که ما اعتقاد داریم و اعتقاد ملی ما، بدونیم بچه همون بخونن، ویران چیزی رو نکنیم، آرزو ویرانی چیزی رو نداشته باشیم. خب وقتی آقای ترامپ میگه میخواد این کار رو بکنه، یعنی همون کاری که جمهوری اسلامی یه عمر نتونسته بکنه به راحتی آقای ترامپ داره براش میکنه. خب بحث و شایعه هم که بسیاره، شایعه بسیار زیادید که
بله آقای ترامپ با جمهوری اسلامی زده آهنگ کرده، بعضی ها میگن بر اساس گفته اون نماینده مجلس که از طرفدار علی خامنه‌ایه قرار بوده که قاسم سلیمانی دست بسته به امریکا تعبیر بدن، از این قصه و داستان ها و خودفروشی و وطن فروشی و جاسوسی و اینا همه درش تداخل داره. و ما هم که ید طولایی در این امور داریم و قصه سازی و دروغ سازی و دروغ بافی و حرفای بیجا زدن و در این موارد میبینم که آدم های مختلف توی رادیو تلویزیون ها میان و میشینن حرف میزنن. یکی از اونایی که خیلی دیگه مشمعت کننده شده این امیر عباس فخرآور. امیر عباس فخرآور بابا تملق و چابلوسی و دست مربی شمیان برای خودش یه حدی داره. آقا ما دشمن جمهوری اسلامی هستیم. من بارها گفتم من مخالفش نیستم مثل شما. اصلا مخالفش نیستم. من دشمن جمهوری اسلامی هم. من دشمن هر دیکتاتوری هم. من دشمن دشمنان آزادی مردم سرزمینم هستم. اما اونگونه که تو از روی شهوت شهرت و رسیدن به اهداف غیر انسانی و بی‌معرفتانه به دنبال ویرانی سرزمین ما هستی، من باهات خیلی مشکل دارم فخرآور. از اولم باهات مشکل داشتم، با همه تون، با شما نه، با اکبر گنجی، با اکبر گنجی نه، با کورای صحتی، با اون نه، با احمد باطبی. من با شما ها با همه تون دوستم و منو چهر خودم، منو چهر اکبر محمدی، منو چه بچه. من خواهش میکنم به من زنگ نزنید، یا اگر باز دوباره شروع شده اطفال ریختن پلیز زنگ نزنید، چون قطع میکنیم من باز دوباره میگیرم، باز دوباره آدم میاد به سر لج و کل قضیه تفکر آدم میرزه به هم، آدم عصبانی میشه از کارهای عمد شما ها و نمیدونم. باری به هر تقدیر ما در این شرایط هستیم، یادمون باشه ما همه دشمن جمهوری اسلامی هستیم، ما همه دشمن دشمنان آزادی مردم و سرزمین ما هستیم، امثال قاسم سلیمانی و همه اونهایی که ذوب در ولایتن. اما در شرایطی که اونا ذوب در ولایتن و ما بخشی به اینا اعتقاد دارن، بخشی دوست دارن، بخشی دوست ندارند، ولی خواسته و ناخواسته اینها منافع ملی ما در دست عمل کرد سیاسی حکومت غالبیست که به سرزمین ما، به جغرافیای ما، به قبر پدر و مادر من و شما، به هستی و نیستی گذشته من و شما رب پیدا میکنه. یعنی اینها اینجا اعاده پیدا کردن و به عنوان حکومت اینا رو میشناسن. خیلی خوب، حالا هر اتفاقی هم که میفته تلافی داره، هر تلافی هم هر موشکی که میخوره به اون چی که شما داره ساختین، تمام زیربنای اقتصادیتون رو میزنن، اقتصادیمون رو میزنن، تمام مراکز تولید نفتمون رو میزنن، حالا ما هم میزنیم. خب دایره و تنبک نیست که بزنیم، که روسی که نیستیم که. حرکت های نیروی دریایی روسیه به طرف چابهار ما و مداخله چین و روسیه و هشداری که آقای پوتین به آقای ترامپ در روزهای آینده به صراحت خواهد داد، اگر که اگر چه تا به امروز اعتراضاتی شده، ولی میریم به طرف یک اتفاق در نیستگاه هستی، یعنی یک برخورد جهانی. چگونه مگه شروع میشه؟ مگه جنگا چگونه شروع میشه؟ اینی که جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار گرفته، اسم ایران مقدس ما رو گذاشته در کاسه و گرفته زیر خورشید، ملت و جهان دارن نگاه میکنن، این غرور ملی ایرانیان رو جریحه دار میکنه. هر کس هم موشکی که به طرف ایران پرتاب بکنه و به طرف منافع ایران و به اسم ایران، حالا آقای سلیمانی یا آقای دمنام علی خامنه‌ای یا آقای هر کسی، از هر آقای هست فرق نمیکنه. ما به دنبال آماده کردن این نباشیم که شرایط رو به گونه آماده بکنیم که جهان رو امریکا خواست آماده بکنه. یعنی به قول یکی از دوستان مجید نورایی باش بحث میکردیم، داشت تحلیلی میداد به من و تحلیلش هم بسیار تحلیل درستیه از یک نگاه. خب میمونه اینکه ما
چه موضعی داریم؟ میخوام بریم سر قدرت، میخوام بریم بشیم شاه، میخوام بریم بشیم نمیدونم رهبر، میخوام بریم کی، میخوام بریم چی. من هیچ کدوم این رو نمیخوام. من امنیت و ماندگاری سرزمینم رو میخوام و سلامت بچه‌های سرزمینم رو. نگاه من اینه، از همه در جای خودشون که به سود کل این موضوع و به سود ایران هست در کنارشون هم ازشون حمایت میکنم. در هر کجا که چیزی به جز این باشه نقد میکنم و سوال میکنم. ما هیچ کدوممون در ظرف این 40 سال گذشته برای همدیگه قابل بخشش نیستیم. هیچ کدوممون در هیچ کجایی، اونایی که انجام کارهای سیاسی میدادن، هیچ کسی قابل بخشش برای هیچ کس نیست. ولی تداوم این هم امکان پذیر نیست، چون ما اگر قرار بشه بخوایم همدیگر رو از الان که کاری نیستیم حذف بکنیم، در آینده سرزمینمون اگر هم جمهوری اسلامی سرنگون بشه که خواهد شد اگر شاید باید و اما هم نداره، پدر کشتی و تخم کینگ کاشتی پدر کشته که می کند آشتی، این فرهنگ ما و جمهوری اسلامی خواهد داد. اون موقع که ما باید روبرو هم دیگه قرار بگیریم، ما باید با هم دیگه همدیگه رو بکشیم، ما باید جنگ داخلی رو بدیم. اینا خرد میبره، شهامت اخلاقی میبره، تجربیات عمیق میبره. بشینی فکر کنی این کشور منه، وسط این کشورم جنگه، اینا حکومتن، قاطبن، قصد کردن، از دشمن بیگانه بدترن. و اما آنچه که اینا انجام دادن در این خونه آب و اجدادی ما انجام دادن. الان بسیج انگلیس و امریکا و روسیه و چین و جمهوری اسلامی و کره و این دست و داستان رو دیگه همه تون بلدید. من حسنه این تحلیل های اینگونی که میشنه و هم رو هم حتی ندارم، اگرچه به هم گرد پیدا میکنه، اگرچه همه مرتبط به هم دیگه هست، ولی یادمون باشه. به قول یکی از دوستای من علی دیروز میگفتش که نه نمیکنه ترامپی حرفایی که میزنه. علی جان، علی عاشق، اینا رهبر جهانن، آنچه که میگویند رو باید بکنن در انتخاباتشون، نکنن انتخاب بعدی در کشورهای اینگونه، یعنی آقا رفته بیرون عبازی. پس آنچه را که میگوید و آقای ترامپ به طرفش رفته و الان از جهت تاریخی ممکنه ترامپ رو عصبانیت و جاهل بازی و نوع تفکرش این حرف رو بزنه، آقای پومپیو بیاد مسمریش بکنه، ولی اینا حرف هایی است که وقتی میزنی باید بکنی، رای دیگه ای نداری. اگر نکنی چون این حرفا میزنی، اونها معلومه وقتی میگه 52 جا رو میزنم، اونها میگن 22 جای مهم 22 پایگاه امریکا رو میزنیم. خب هر کدومشون بزنن یعنی شروعی برای جهانی دیگه. من چنین آرزویی رو ندارم. من اصلا طرفدار چنین چیزی نیستم. من اصلا طرفدار جنگ نیستم. حق طلب هستم، آزادی ستان هستم، ولی با تجربیات بشر و رسیدن به اهدافشون حرکت میکنم. یعنی فکر میکنم، دو بار ده بار فکر میکنم، رای گردنم نمیزنه بالا. آه خوب شد مرد، آه کشتنش این شد اون شد فلان کرد این که بله کرده، علی خامنه این بوده اون بوده اینا رو کرده، ای مردم چی، مردمی که کشته دادن چرا اومدن تو خیابون؟ اینجاست اصل موضوع، اونجاست غرور ملی مردم جریحه دار شده. خارجی ها به کشورش، به ایرانش که یه نمایندهش یه سردارش بوده حمله کردن. حتی اونایی که با جمهوری اسلامی بد بودن رفتن تو خیابون. خیلی از خانواده کشته شدگان هم رفتن توی خیابون. حالا اونا به دو دلیل رفتن، یکی این که در واقع بگن دشمن نظام نبودن، بخوان برای زندگی ادامه زندگیشون میگن بچهشون اتفاقی کشته شده، اون یه بخشش بوده. یه بخشش هم اونایی بوده که به هر تقدیر تحت تاثیر این شرایط رفتن و توی خیابون دیدیم هزاران هزار آدم. خب نمیتونی وایسی اینجا فوش بدی به مردم، مردم نمیفهمن، مردم اینم ای تو کی، من ای تو چی، من ای تو چقدر میفهمی بندگی گنجش که ما نمیفهمی چی میگه به مردم، مردم به مردم فوش میدیم. آقا مردم احساساتی برخورد کردن تا این جایگزین نشه فرهنگی با دانش، با آگاهی، با خرد، با مستندات. اونی که میگم آقا هیچ جای سرزمین ما یک خشتش هم نباید ترک برداره، بگذاریم برای این بچه هایی که در راه هم بچه های شما با شما و ما فرق میکنن.
علم و آگاهی و دانش در آدم اتفاقات می اندازه، اگرچه توأم با تجربه باشه و مسیری باشه که در راه تکامل هستی باشه، یعنی جزئیات کل همه حرکت ها از نقطه صفر آمدی حرکت کنی به سمت و سوی پویایی، تولید، زیبایی، قشنگی. خب اینا هم همش در کنارش هست، حرف زدنش راحته، ولی وقتی در اونجا قرار میگیری و اکثر عمل نشون میدی دیگه دست خودت نیست، دیگه نمیتونی فکر بکنی، قدرت فکر کردن رو نداریم تا برسیم به جایی که بتونیم دوبار فکر کنیم. اگر دوبار فکر میکردیم شاید هیچ وقت ماشه ها رو نمیکشیدیم. این اگر شاید باید و اما هم همونطور که گفتم و بارها هم گفتم و 2 میلیون دیگه میگم، اگر خاله من یا اگر دایی من دختر بود میشد خالم، یا اگر خاله من پسر بود میشد داییم، ولی الان اینجوری ها نیست. یک چیزای واقعیت، یک چیزایش آرزوهای ما، ما آرزوهامون این گونه است. بسیار متاسفم برای هر دو بخش از احساسات مردم سرزمینم، به همه اونهایی که به هر تقدیر فرزند از دست دادن، بدبختی کشیدن و این مردمی که آسیب پذیرفتن. یک بخشی از تنه فوش میدیم به سلبریتی ها، آی اینن آی اونن، اونجا چیه؟ اینجا که بدتره که یارو قرازه میره تو تلویزیون نمیدونم یه دقیقه میشینه بعد میره به بقیه میگه نه منو دعوت نکنید، اونجا جای من نیست. چرا؟ من ستارم. من سلبریتی هستم. این علی کوچیکه ما رو دیدم داشت برنامه رو نگاه میکرد ولی رفت. بعدا گوش میکنه اون علی هرنو خندهش میگیره در مورد این سلبریتی های شهر ما. این شکلیه، اونها در اون جامعه دارن زندگی میکنن تحت تأثیر تبلیغات ذهنی روانشناسی اطاعت جمهوری اسلامی هستن و من و شما از بیرون نشستیم در یک کشور آزاد، هیچ کاری نمی کنیم به جز اینکه رو سامانه فحش میدیم، بد میگیم، بد مینویسیم، خونه پرش دیگه. خیلی با شرف و با معرفت و انسان باشیم میشنیم بچه های رفیقای من که مثل خود من میایم اعتراض میکنیم، کار دیگه نمیتونیم بکنیم که میایم اون چی که هست رو به شما بگیم. حالا هر کسی منافعی داره، ما هیچ منافعی نداریم. وقتی میگم ما یعنی بچه‌هایی که با من هستن، به اندازه من سهم داره میتام حسنی، به اندازه من سهم داره مجید عزیزم، به اندازه من سهم داره نوشین عزیزم، نمیدونم همه بچه‌های عزیزم، نای جان، همه اونایی که من یادم میاد، دونه دونه تون، همتون رو میبوسم، دوستتون دارم. همتون با هم دیگه ما یه سهمی داریم که یه کار رو میکنیم که بقیه نمیکنن و بقیه اصلا به این کارا کاری ندارن که بکنن. یعنی چی؟ یعنی بگذرن از همه منافع شخصیشون ترسخ زندگی کنن زیر تهدید فشار هزار موضوع حسادت عقده پیرامونیان و بیمعرفتی افرادی که به آدم نزدیک میشن و تهدید و نمیدونم قصه و داستان ها و کارشکنی های دشمن روبرو، یعنی اطلاعاتی ها، نوکرای علی خامنه ای تو این شهر، پولدارا و جنایتکارا و به اسم دین، به اسم خدا. خب یارو فرصتی نداره اصلا خودشو به خدا نزدیک کنه، همه زندگیش اینه که بیاندیشه چگونه این زندگی ننگینش رو به هدف خودش برسونه. اگر هر آدمی هم زیر پاش مردن به درک، اصلا فکر نمی کنه، میره بعد بیمه نشد. به قول قدیمی ها کاسه چکنم روزگار دستتونه، چون بعد از فرصتهایی که روزگار بهتون داد استفاده کردین، به سود وجدانتون، به سود احساساتتون، به سود منافع ملتون و خدا و مادرتون ازش استفاده نکردین، به سود فردی حیوانیمون ازش استفاده میکنیم عموما. و به خاطر اینه که این مشکلات و معضلات هست. حالا در این شرایط ما همه با همدیگه جنگ خودمون رو داریم. خارجی ها میخوان به کشور ما حمله بکنن، به کشور من مهمه، سرزمین ما مهمه، علی خامنه‌ای یه نفره میمیره، قاسم سلیمانی یه نفره میمیره، همین 20 روز نیست، همین دیروز پریروز اعلام کردن باز دوباره میخوان 5-6 هزار نفر رو دادگاه صحرایی بکنن، میخوان همه رو اعدام بکنن، همه اونایی که تو خیابون گرفتن. این بدبختی ملی ماست.
که در خارج از کشور اونم کسی رو نداریم که دارای این شهامت، این شجاعت، این اخلاق باشه. احساسات ما میریم بیرون میگیم رضا شاه روحت شاد. رضا شاه هم به خاطر اینکه آخونده رو کرد تو دخمه تتایشش میکنیم. وسط میدون جنگ اتفاق قاسم سلیمانی از کشتن صدام و قذافی و نمیدونم بن لادن و بغدادی و از همه اینا مهمتر بود. یعنی اتفاقی انداخته، زلزله انداخته در جهان و جمهوری اسلامی به عنوان یک نگاه ایدئولوژیک هیچ راهی بجز تلافی کردن نداره، اصلا راه دومی نداره. علی خامنه ای انجام نده الان دارن یا به مناسبت شب هفتش یا به مناسبت چهلومش در یکی از این روزها اتفاقات ناگواری خواهد افتاد. حتی اگر زدمان بکنن بگن برای نمادین زدن مثلا دوتا کشتی خالی بذارن اونجا بگن مال امریکا ایران بزنه، ترامپ هم بپذیره که آقا تمام تحریم ها رو برمیدارن که اینا تلافی نکنن، چون جنگ نمیزنن و ترامپ اینایی که میگه نمیکنه. اگه کرد چی؟ اگه اومد تخت جمشید داد بارگاه عشق فردوسی رو زد، اگر اومد حافظی امون رو زد، اگر اومد مراکز دیگه سرزمین امون رو زد چی؟ اگر زد چیه؟ معلومه تو جنگ میزنه. منم بودم هم این کار رو میکردم. هرکت چک اوله بزنه بازی رو برده. تو دعوا هم همینطوره، چک اول هرکی بزنه بازی رو برده. تا صبح قیامت یارو رو تیکه تیکه کن بزن، نمیدونم هر کاری میتونی باش بکن، آخرش میگن آقا دمش گرم چه چکی زد. به اون چکه کار دارن. ما فرهنگی اینگونه ایم. حال هر کی تو تر شروع کنه بازونه میبره. اما در اینجا موضوع خرده، موضوع جهانه، موضوع اقتصاد جهانه. الان موضوع عراق و افغانستان و سرزمین ما پاکستان و بردن این بمب افکن‌های وحشتناک قرن، این هفته بمب افکن امریکا به جزیره در هندوستان، اینها می‌بینید که اوضاع ژئوپلیتیک و مسائل راهبردی تمام کشورها رو داره معادلشون رو به هم می‌ریزه و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داره جاهاشون جا به جا میشه. آیا به طرف نابودی، به طرف جنگ، به طرف جنگ جهانی سوم میریم؟ هر کسی یه دلیلی برای خودش داره، اما من میگویم که بشکن دلم که رایحه درد بشنوی، کس از درون شیشه نبوید گلاب را بشکن. در این میانه میخوام چیزی که برای من ارزش داره و برای جامعه‌ای که ما توی زندگی میکنیم ارزشمند هست، نگهداری اندیشه بچه های سرزمینمون در خارج از کشوره. شبهای شعر ما، شبهای شعر مردم که ما راه انداختیم اولین پنجشنبه هر ماه، این بار به این پنجشنبه یعنی نهم، چرا که پنجشنبه میشد دوم که بود شادمانی همه بود، بعدم که قاسم سلیمانی اینجوری شد و فضای ذهنی جامعه ریخ به هم، فکر کردیم که بگذاریم نهم و گذاشتیم پنجشنبه همین هفته در کوچینی ونتورا معبود نوری، یعنی بی بی سرا و کوچینی بغل هم دیگه هستن. این شبای شعر من از جهت نوع نگاه هم به مسائل تولیدی ذهنی بچه های سرزمینم برام خیلی ارزشمنده که هم مردم حمایت کنن، همه رفیقام. اگه شما خودتون بیان هرچی شعر بلدین، نوشتین، گفتین، خوندین، کسی کتاب داده بیان اونجا بخونین، اینها ما میتونیم اینا رو کتاب کنیم. بارا هم گفتم هر سه ماهی، چهار ماهی یه جزوهی بگذاریم یادگاری از اندیشه این بچه های اینجا بمونه. خب ما اینجا مشکلات خودمون رو داریم، یعنی یه سری سنشو اما بالاتر نمیدونم فکر میکنم، برای خب دیگه آدم هم دیگه دوچار توهم میشم، من اینم من اونم، و چرا من دیر شعر خوندم، چرا من زود شعر خوندم. آقا والا به جان ایرانم قسم میخورم، من به دلیل حرمتی که به بزرگترام میذارم دلم میخواد که وقتی جمع میشه شب شعر آخرینش هست با این بزرگترها تمام بشه. اگر نسل جوان یا آدمای دیگر رو دعوت میکنم قد قبل بیان بخونن، برای اینکه
میخوام شماهایی که عمر جوانیتون رو گذاشتید و در این راه مجرب هستید، به عنوان آدم های صاحب نظر هستید، گوش کنید، گوش کنید، ببینید که اون چی که من دائما راجعش حرف میزنم آیا حرف به حقی است یا به حق نیست. گوش کنیم ببینیم چقدر لازمه بچه های امروز ایران زمین، پدر مادرهایی که در غربت چیزی نوشتن، اینا رو بگن، اینها رو ما بتونیم چاپ کنیم بگذاریم بمونه. و همونطور که ماره نسل قبل از من و نسل من که هستن، پدر مادرهای عزیزمون، بچه های جوان، بچه های با استعداد، خواننده، نوازنده، هر کس هر کاری که میتونه به سود سرزمینمون بکنه، اونجا جاش خالیه. باری من مسیح مسلمان انقلابم، به سلاوه صلیب عدالت، کلاه کهنه دین، به حکم ظالم قرن نمایش اسلام، غرور شهوت انتقام از انسان، رسول جهل مرکب، امام خوناشاب. شب میروم به خانه به خوابم، خوابم نمیبرد، در کوچه بوی خون برادرم جاریست، در چشم من نور جمال شهید گلوله ها، در چشم من توی تو ای با خدا و بی خدا، ای سیه از چکمه چرک امیران، ای بنابر خون زنجیر اسیران، ای امید تازه زاغ نشونم، پیر شی ایران جونم، ایران عزیزم. هرچی میخوام اسم وطن نیارم، باز میبینم جز اون چیزی ندارم، وطن وطن میکنم و میدونم آخرشم جونم رو روش میدارم. آدم ها که درد وطن ندارن، بپرس ببین پس کیان و چی دارن، بپرس ببین قبلشون از کدوم راست، اونا که ایرانم رو دوست ندارن سر روی مهر خاک کی میدارن. بخون غزل خون که چه خوب میخونی، درد خاطر خواه رو خوب میدونی، وقتی میخونی یه جاهایی میرم، صد دفعه زنده میشم و میمیرم، سوز صدات جونم رو میسوزونه، تا دم مردن منو میکشونه. بخون بره درد و ولات تو جونم، بذار بره حل بشه توی خونم، سرم بره از تو میگم میخونم، داد میزنم وسط تو پای جونم، آی ایران، ایران جونم، رو پرچمت چکیده رنگ خونم، همین روزا آزاد میشی، میدونم. اگر بهت برسم تا وقتی زنده هستم، پام برسه رو خاکت حس کنم ات دستم، پامو که رود بذارم گریه زار و زارم، بهت میگن از عشق چه حال روزی دارم. ای وطن، نمیدونی چه دردی تو این غریبی دارم، در بدرم همیشه هر جا که پا میذارم، عشق بزرگوارم، خدای روزگارم، به این امید زندم که هستی تو رو دارم، به این امید زندم که تنها تو رو دارم، بدون تو اسیرم، از جونم حتی سیرم، میترسم آخرش من نبینم بمیرم. ای وطن، قصه ما و وطن و مادر و عشق و زندگی و فرهنگ زیبای سرزمینمون دردیست درمان نشدنی و آرزوی تحقق ناپذیر برای افرادی مثل من که بتونن حتی برن بر سر خاک مادرشون. این دردیست، به خاطر اینه برای رفتن سر خاک پدر و مادرم و برگشتن عبور از روی جاپاهای بچگی هم تو تمام خیابانایی که زندگی من بوده، نوجوانی من بوده، از دیون شهبات تا هر کجا، یک بار قدم بزنم برگردم برم به کوچه هایی که توش به دنیا آمدم، اینا همه آرزوهای منه. و آرزوی من داشتن اون سرزمین جاودانه همیشه است، با فرزندانی
آگاه، بچه های دانا، بچه های اسمارت و باهوشی که امروز هستن. اما این احساسات هم زیباست، این احساسات که ما فوش میدیم، داد میزنیم، جای میکنیم، دعوا میکنیم، دوست داریم یا دوست نداریم، اینا هم همه زیباست. اما یک چیزی مهمتر از همه این هاست برای ما و اون هم موندگاری ایرانه. آدم ها رو با ایران در نیامیزیم که اینجوری بشه، در نیامیزانیم که این گونه بشود که علی خامنه‌ای بشه مظهر سرزمین ما و قاسم سلیمانی هم کاری، یعنی جب و شرایط و بازی های سیاسی کاری بکنه که ما امروز مبتلا به این احساسات دوگانه هستیم با این آدم ها. یکی این که من خیلی دوست می‌دارم همه بچه گردن کلفت‌های سرزمینم رو دوست دارم، من دوست دارم افسرهای سرزمین من در آینده هر کدومشون هزار تا قاسم سلیمانی باشه، من دوست دارم تمام بچه های مدافعین کشورم در خارج بیرون از ایران همشون هزاران قاسم سلیمانی بشن. حالا دیدم که در گفتگوهای البته رضا گوهرزاده عزیزم شنیدم بسیار منطقی و درست و عقلانی مسائل برخورد میکنن و دیدم یک آقای گرامی محترمی به اسم ایشونم رضا بودم، آقای رضا علوی، این که آره قاسم سلیمانی که اول کارگر ساختمون بوده، آقا اصلا عمله بوده، حمال بوده، به قول شما بی سواد بوده، رضا شرم که میگیم بی سواد بوده اونم دستاورد باشه اما بی سواده دیگه، به قول شعبان خانه هفت و هفت میگو باب با هم میگن شعبون بی مخ، منه بی مخ کشورتون نگه داشتم، شما با مخا اومدین دیگه، اینا ضرور مثلا همه میدونین، با بچه های دوره وریا شعبان خانه این حرف همه رفیقای من اینا رو شنیدن تو این شرطشون که با هم میگفتم شعبون بی مخ، من کشورشون نگه داشتم، در یک لحظاتی باعث شدم و اتفاقات افتاد، ولی اومدن اونایی که با مخ بودن و دانشمند و دانا بودن اومدن، دیدی با سرزمینمون چه کردن. حالا ما از این موضوعات هم داریم اما اینا دردی دوا نمیکنه. نگاه کنیم به استعداد و عشق یک آدمی به دینش، به مملکتش، به کشورش، به غرورش، به غیرتش. این فرهنگ ما، این فرهنگی است که باش نمیشه مقابله کرد. این است که میبینیم مردم در این لحظات میرن تو خیابون. این به اون معنی نیست که انتخاب کردن آقا قاسم سلیمانی فلان و نه نه نه، احساساتی به میهنشون نمادی به اسم ایران لطمه خورد، احساساتی شدن همین مردم. اگر یکی به ایران حمله کنه همه میرن پشت جمهوری اسلامی وای میستن، اگر اشتباه بکنه آقای ترامپ، اگر دولت مردان امریکا اشتباه بکنن، البته اگر شاید باید اینا رو ول کنیم، اینا حرفای ماست که مصطلحا میگیم، واقعیت اینیست که شرایط این گونه، یعنی شرایط خیلی شکست دارید. وقتی گوش میکنی نشریات خاورمیانه رو یه نگاه میکنی، نشریات امریکا رو میبینی، گفتگوهای ایرانی ها رو در وسایل ارتباطی گوش میکنی، در منحصر مجموع یک نگرانی آشکار و پنهانی در دل همه ما هست که اگر چنین اتفاقی بیفته ایران من چی؟ سرزمین من چی؟ خاک مادر من چی؟ خاک پدر من چی؟ نه، نماد بگذاریم، باید تلاش کنیم، باید کوشش بکنیم، هر کس هر جوری که میتونه اطلاع رسانه بکنه، به دیگران بگیم و بگوییم که آقا فرهنگ ایرانی اینگونه نیست که درونشون شعله ور نباشه عشق سرزمینشون، ولی ممکنه به ظاهر سکوت بکنن. اینها همه میتونه منستر مجموع این جنبش های رهایی بخش جهان اسلام عملیات انتحاری رو را بندازن تو دنیا، تو هر متروی، تو هر ساختمانی، تو هر شاپینگ سنتری یک نفر با یک عملیات انتحاری فجایعی بیافرینه، یهی در یه آن صد جای جهان میگن منفجر شد، صد تا آدم میتونن صد جای جهان رو منفجر بکنن. خب این هم که در اصل در عمل نشون دادن. امریکا، وقتی میگیم امریکا یعنی گردن کلفت جهان، به همون اندازه هم باید پتانسیل تحمل شدائد و مسائل روی دوش خرد وردان و خرد پیشگان این سرزمین و دولت مردان این سرزمین باشه.
برای اینکه امریکا بر اساس خون هزاران انسان امریکا به این دموکراسی رسیده. اینجوری نیست من اومدم آقای کیم آقای چیم، من دوست دارم اونجوری باشه به تو فیلم های وسترن جان وین و با گردن کلفتی بخوای آدم بخواد از خودش جایی باز کنه. آقا این اتفاق که میفته عوارضی داره بعدش، این سر تا سر تاریخ به عنوان ننگ و نفرین به کشوری میمونه که حقش نیست این گونه باشه. امریکا باید این شدائد رو تحمل میکرد، باید راهکاری برای گفتگو پیدا میکرد با گفتگوهای دیپلماتیک و مسائل رو اینگونه جاهلانه پیش نمیبردند که به این شکل برسه این کار رو بکنیم میزنمت. خب اونا میگن بزنی میزنیمت، هر کی هم شما رو بزنه میزنیش. و این پتانسیل بی نظیر یک کشوری مثل امریکا و مجلسین امریکا با این انسانهای خردبر، با این زنان و مردان میهم پرست و انسان دوست و پول دوست، همه چی با همه برای تامین منافع ملیشون، خیلی هم طبیعیه که همه این کار میکنن. اما پتانسیل تحمل و پذیرش یک ابرقدرت نسبت به شرایط جهان اینگونه نباید باشه که از آقای ترامپ حرکت بکنه و آقای پومپئو به خاطر خود ارضایی و متمایز بودن از تمام رئیس جمهورهای امریکا که من از اون اینجوری دارم اونجوری دارم تو تاریخ، اگر این بازی رو ببازی آقای ترامپ، اگر امریکا ببازه، اگر خطایی دیگه اشتباهی دیگه از هر دو طرفتون سر بزنه، دیگه نه اثر از تاک خواهد ماند و نه تاک نشان. خب دیگه من ازتون مرمت زیاد میکنم چون قرار شده برنامه همون رو 59 دقیقه تموم کنیم که بتونیم لایو از روی یوتیوب بریم. این کار رو میکنیم. میتم بچه ها جون، همه شمایی که میبینم، همه تونه که دیدم، همه تونه دوست دارم، خیلی دوستتون دارم و یه چند تا عکس از این دوست ها میبینم. امروز عکسی دیدم، یه دو تا عکس دیدم از دوستان که با مامانشون بود، یکیشون دیدم سیما جون بودن الان اینجا دیدمشون. چقدر نمیدونم یک احساساتی پیدا میکنم وقتی میبینم همه مادرشون بغل دستشون هست و ما و شما باید به خاطر عشق به سرزمینمون و عشق به آزادی خواهی بیستیم و از مادر و پدر و هستی و نیستیمون بگذاریم که بخواهیم اونچه را که مسئولیتی است به دوش ما روزگار گذاشته و خودمون پذیرفتیم اون رو به سرانجام برسیم. ای خدا ایران سرزمین من نگهدار، ای خدا ایران قبر پدر و مادرهای همه ما رو در کنف مهر خودت محافظت کن، به دل همه اینها بینداز این دشمنان انسان که هر کدوم از اینا که کشته میشن آرزویی است که کشته میشه، انسانیت که میتونه به کشورش خدمت بکنه. اگر اون چرا که به دخترتون، به پسرتون، به زنتون، به دور بریای خودتون نمیپسندین رو به هیچ کس نپسندین. اصلا مردم جهنمی تر از این نمیشه. یک دفعه فقط فکر کنی، فکر کنی خودتون رو بدونین جای یک نفر که شما بهش به حق و حقوقش تجاوز کردی. بشین دوبار فکر کن، فکر کن اگر اینا بشه تو چیکار میکنی؟ اونم همین کارو به تو میکنه. تا میتونیم، تا زندگیم، هر کاری که دستمون برمیاد برای مردم ایران زمین بکنیم، برای دلخوش کردن بچه ها، برای انتشار دانش و آگاهی و اطلاع رسانی سالم، درست، راست، نه محصولی مثل جمهوری اسلامی، نه اینجا. زنده باد زندگی، مرگ بر مرگ، زنده باد آزادی. بچه های عزیزی که دائما من فکر کردم همه تون دارین شماره های ما رو، رادیو خونه داد تیوی رو با سام و سهر عزیزم توی این هفته در واقع به لحظهش میکنیم و چند تا عکس میزنیم که شما بدونید که ما داریم میاییم و چی کارا داریم میکنیم. و شماره ما یعنی دستی من و همه ارتباط ما با این شماره 818، پیش شماره 818 213 69 40 8182136940 به قول شما خارجی ها. بالا اینا
شکیبا جون نوشته که آقا مسعود رژیم ایران میخواد با چی بجنگی با امریکا؟ مردم نان ندارن بخورن، دریای خزر رو دادن با خلیج فارس و ایران رو. عزیزم شکیبا جونم، دقیقا به همین دلایلی که با دشمن جمهوری اسلامی هستیم. یادمون باشه اینا اونه که از ما دزدیدن و ما رو به این روز انداختن و اینا رو خرج تسهیلاتی کردن برای مراقبت از خودشون که ما نمیبینیم. این موشکایی که ساختن، این نیروهایی که در دوتر منطقه اینا هست، اینا از همین پولای من و شما. خب حالا وقتی میگیم با چی بجنگیم، یعنی دیگه داریم بی بهایی به خودمون و بی بهایی و بی توجهی به نیروی مردم سرزمینمون میکنیم. اون بچه ها خیلی با استعدادتر از این حرفایی که هستن ما فکر میکنیم. اون بچه هایی که اونجا نشستن تمام در واقع ارتش سایبریشون، تمام دستگاه ها و کامپیوتر مهم و حفاظت های مهم دانشگاه های بزرگ، مراکز بزرگ امریکا رو اینا هک کردن و جهان رو هک کردن. اینا کمترین چیزاشه اونایی که میبینین. درسته ما میگیم از اینا گرفتن، کره ای داد، ژاپنی داد، گگ داد، اینا قابلیت های شما هاست، اینا لیاقت های اون بچه هایی که درد خوندن، اون بچه هایی که هیچی نداشتن، نه شادمانی داشتن، شام که نداشتن، نون که نداشتن، همینه که شما میگید دقیقا درسته. از اینا هم داده بیشتره شکیبا جون، قربونت برم. اینا احساسات زیبای آدم های مثل شما و ما هاست که اون چی که اینا کردن همینه که شما میگی به خاطر ما به اینا بدی. حالا ما نمیخوام جنگ بشه. اگر بشه، اگر اینها اکثر اول نشون ندن که مردن، یعنی کشک رهبر جهان اسلام و قاسم سلیمانی عدم همه کشک، اگر اکثر عمل نشون بدن که پاسخش یعنی کشتگی بیشتر، کشته شدن بیشتر، بدبختی بیشتر، سرزمین ما علی خامنه یه نفره، اگر اینا راست میگن بیانن نیروهای مثل بچه های از خود گذشته ایران زمین به جایی یه طریق قلدابیه که پول میدن توی رادیو تلویزیون ها نشوندن، یه مشهدی خانم های لولوچه یه وری و دمرون مغز علیل که از ایران و از اینجا اونجا آوردن توی رادیو تلویزیون ها نشوندن، بیاین بلنگو در اختیار انسانهای راست گفتار و درست کردار و آزادی ستان و خردورز که به میلیون ها انسان در صحنه چنین گونه داریم، از اینا حمایت بکنن. ما خودمون علی خامنه‌ای رو سرنگون میکنیم، مردم ایران خودش رو سرنگون میکنن. ما نمیخوایم شما بیای به هوای که علی خامنه‌ای رو بزنی همه زیر برنامه اقتصادی سرزمین من رو بزنی. ما نمیخوایم شما بیای بگی من 52 نقطه ایران رو میذارم همه مراکز فرهنگی غیر فرهنگیش میذارم. ما نمیخوایم.